نخوری پس مسیح مولود گشت ظاهر کرد خدا محبتش را در آخوری پس مسیح مولود گشت ظاهر کرد خدا محبتش را تولد بیا در قلب‌های ما در قلب‌های ما مسیح عیسی تولد بیا در قلب‌های ما در قلب‌های ما مسیح عیسی سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید.
شنوندگان عزیز، عنوان مطالعه این هفته ما هست تجربه آرامش فکر واقعی. دوستان، بیشتر مردم آرامش فکر را در نداشتن استرس و استراب تعریف می کنند. عبارت آرامش فکر در اذهان عده‌ای تصویری از مجسمه بودا را به ذهن میاره که به ظاهر در مکانی آرام و بی حرکت نشسته. به طور کلی امروزه هر انسانی برای توصیف آرامش فکر و چگونگی دستیابی به آن تعاریف و مثالهای خاص خودش را داره. در این مطالعه به شرح مختصری راجع به این مهم می‌پردازم که بر اساس تعالیم کلام خدا آرامش فکر واقعی چیست و چگونه می‌شود آن را تجربه نمود. یکی از بارزترین نمونه‌های اشاره به اهمیت داشتن آرامش فکر را ما در کلام خدا در دوم قرنتیان باب دوم و آیه 13 می‌خوانیم. در این آیه پولس رسول می‌فرماید: اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم، فکرم ناراحت بود. پس از حضور ایشان مرخص شده به مقدونیه رفتم. دوستان، در اینجا به وضوح می‌بینیم که پایه ایمانی همچون پولس رسول نیز برای مدتی از کمبود آرامش فکر در رنج به سر می برد. پولس در اینجا می فرماید فکرم ناراحت بود. به عبارتی دیگه، آرامش فکری نداشتم. من این مثال را خدمت شما بیان کردم تا چنانچه در مسیر زندگی خودتان گاهی متوجه شدید که موقتاً از آرامش فکری 100% برخوردار نیستید، وحشت نکنید و به محبت و حضور خدا در زندگی خود شک نکنید. مهم اینه که ما در صورت کمبود یا نبود آرامش فکری بلافاصله به خود آمده و در اسرع وقت در صدد کشف علت برآمده و آن علت را برطرف کنیم. ادامه مطالعه گفتار و کردار پولس رسول در کلام خدا به خوبی بیان کننده این واقعیت مهم هستند که وی در اندک مدتی بر تشویش فکری موقت خود غلبه نموده و در آرامش فکر کامل با استفاده از این تجربه ما را در راه دریافت آرامش فکری واقعی تعلیم داده و تشویق میکنه. برای دیدن مردی در آرامش فکری واقعی کافیه که ما نامه های پولس رسول را در کلام خدا مطالعه کنیم. تعالیم او در مورد چگونگی دستیابی به آرامش فکر واقعی به ایمانداران کلیساهای زمان خود هنوز پس از گذشت حدود 2000 سال بسیار مفید و راهنمایی قابل اطمینان برای ما امروزه هستند. دوستان، کلام خدا لغت آرامش را به راه‌های گوناگونی به کار برده. گاهی لغت آرامش به حالت و کیفیت دوستی بین خدا و انسان اشاره می‌کنه. این آرامش و صلحی که بین خدای قدوس و کاملاً بیگناه و انسان سقوط کرده گناهکار به وجود آمده به خاطر جانفشانی عیسی مسیح بوده که داوطلبانه جان خود را برای به وجود آوردن این آرامش و صلح بین انسان و خدا بر روی صلیب جلجتا هدیه نمود. در ارتباط با این مهم، ما در کولسیان باب اول و آیات 22 و 23 چنین می‌خوانیم. پولس نویسنده این نامه به کلیسای کولسیان می‌فرماید: عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب
ایجاد چنین رابطه‌ای را با خدا ممکن ساخته است. در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید، به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی‌بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند. این به شرطی میسر است که به طور کامل به حقیقت ایمان داشته باشید و در آن محکم و ثابت بمانید و نگذارید امیدی که به هنگام شنیدن پیغام انجیل در شما به وجود آمد متزلزل شود. این همان پیغامی است که به گوش تک تک شما رسید و اکنون نیز به سراسر دنیا می رسد و من پولس افتخار دارم آن را به دیگران اعلام نمایم. آمین. عزیزان، به علاوه عیسی مسیح حال به عنوان کاهن اعظم نگاه دارنده این صلح و دوستی بین خدا و انسان می باشه. عیسی مسیح از طرف همه کسانی که توسط او به نزد خدا می آیند شفاعت می کنه. این مهم را ما در کلام خدا در عبرانیان باب 7 آیات 24 و 25 بدین گونه می خوانیم. در این قسمت از کلام خدا می خوانیم که اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است برای همیشه کاهن می باشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین. خدا را شکر. عزیزان، ما فقط زمانی می توانیم از آرامش فکر واقعی برخوردار باشیم که با خدا در صلح و آشتی و آرامش به سر می بریم و زمانی می توانیم با خدا در صلح، آشتی و آرامش به سر ببریم که به عیسی مسیح به عنوان یگان منجی خود ایمان داشته باشیم. در ارتباط با این نکته بسیار مهم، پولس رسول در نامه خودش به رومیان در باب 5 آیه اول می‌فرماید: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. آمین. مسیح آدر تو جانم شادی کنم، تو را در تنگی میخوانم، هر روز سرودی تازه میسرایم، تویی امید حیاتم، با من باش، با من باش، با من باش خداوند، جان را به دستت سپردم. صدایت به گوش
جان را به دستت سپردم. آمین. خدا را شکر. خب دوستان، به مطالعه خود تحت عنوان شناخت آرامش واقعی ادامه می دهیم. در اینجا لازم به یادآوری می دونم که آرامش واقعی یکی از ثمرات روح القدسه که در ما ایمانداران به عیسی مسیح به وجود میاره. در کلام خدا در غلاطیان باب پنجم و آیه 22 ما با ثمرات روح القدس آشنا میشیم. در آیه 22 در باب پنجم کتاب غلاطیان میخوانیم که اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. دوستان، کلام خدا همچنین در اشعیا باب 26 و آیه 3 به ما میگوید زمانی خداوند ما را در آرامش کامل خود نگاه خواهد داشت که کاملا به او متوکل بوده و افکارمان بر وی متمرکز باشند. در آیه 3 در باب 23 کتاب اشعیا می خوانیم که ای خداوند، تو کسانی را که به تو توکل دارند و در عزم خود راسخند در آرامش کامل نگاه خواهی داشت. آمین. دوستان، میزان آرامش فکری ما بستگی به این داره که تا چه اندازه فکر ما بر خدا توکل و تمرکز داره و چه اندازه بر خودمان و مشکلاتمان. آرامش فکر به همان میزان تجربه میشه که ما در کلام او در مزمور 139 آیات 1-12 ایمان داشته باشیم. دوستان، من به خاطر کم بوده وقت از خواندن آیات 1-12 در اینجا صرف نظر می کنم، ولی قویاً شما را تشویق می کنم تا مزمور 139 آیات 1-12 را حتماً مطالعه بفرمایید. عزیزان، آرامش فکر به همان میزان تجربه می شه که ما به توانمندی، رحمت، نیک سرشتی و محبت پدر آسمانی من خدا برای فرزندان خانواده الهی خود ایمان داریم. آرامش فکر به همان میزان تجربه میشه که ما به تسلط خداوند بر همه امور این هستی و زندگی من اعتماد کامل داشته باشیم. عزیزان، ما نمیتوانیم به کسی که او را خوب نمیشناسیم اعتماد داشته باشیم. از این جهت این بسیار مهم و حیاتیه که ما به طور خصوصی و از صمیم قلب منجی عالم بشریت خداوندمان عیسی مسیح را بشناسیم. شناخت صحیح و صمیمی از اوست که آرامش فکر واقعی را برای ما به ارمغان می آورد. دوستان، همچنین آرامش فکر واقعی از دعا به حضور خدا نیز حاصل می شود. ما یک نمونه معروف و درخشان این گونه دریافت آرامش فکر واقعی در دعا را در راهنمایی پولس رسول در نامه او به فیلیپیان در باب 4 آیات 6-7 می خوانیم. پولس رسول در نامه خود به فیلیپیان در باب 4 آیات 6-7 می‌فرماید برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها
از او تشکر نمایید. پولس رسول ادامه می دهد، اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین. عزیزان، طریق دیگری که برای ما آرامش فکر واقعی به همراه میاره اعتماد کامل به این حقیقت مسلمه که خداوند دانای مطلق، قادر مطلق و همیشه در همه جا حاضر از اجازه ورود آزمایش‌ها و مشکلات به زندگی ما هدف و نقشه بس عالی را دنبال می‌فرماید. هیچ مویی بدون آگاهی خدا از سر ما نمی‌افتد. کلام خدا در انجیل متی باب 10 آیه 30 می‌فرماید تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. آمین. دوستان، خدا از هر واقعی در زندگی برای خیریتتان و جلال نام خود استفاده خواهد نمود. پولس رسول این حقیقت آرامش بخش را در نامه خود به رومیان در رومیان باب 8 آیه 28 اینطور بیان می کنه. در این آیه می خوانیم و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. آمین. دوستان، خداوند همچون پدری مهربان و دلسوز برای فرزندانش به ما کمک می کنه تا ما آرامش فکر واقعی را حتی بعد از توبیخ من توسط او تجربه کنیم. کلام خدا در عبرانیان باب 12 آیه 11 می فرماید تنبیه شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. بله عزیزان، حتی تنبیه ها و توبیخ های خداوند هم می توانند به میوه های مبدل شده و شخص تنبیه شده را پارساتر و در اعتماد و ایمانش به او راسختر گردانند. آزمایش های زندگی و توبیخ های خداوند موقعیت تازه ای را برای ما به وجود می آرند تا به خدا نزدیکتر شده و نهایتاً او را با تمام وجود پذیرفته و ستایش کنیم. در کلام خدا در مزمور 43 آیه 5 می‌خوانیم که ای جان من چرا محزون و افسرده شده ای؟ بر خدا امید داشته باش، او را دوباره ستایش کن، زیرا او خدا و نجات دهنده توست. آمین. دوستان، آزمایش های زندگی و تنبیه های خداوند ما را قادر و آماده می سازند تا انسان های دیگری را که با همان گونه مشکلات و آزمایش ها دست و پنجه نرم می کنند یاری نموده و آرامش بخشیم. پولس رسول در نامه خودش به قرنتیان در 2 قرنتیان باب 1 و آیه 4 می‌فرماید بلی او ما را تسلی می‌دهد تا ما نیز همین تسلی را به کسانی دهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. آمین. و بالاخره این که تجربه آزمایشات زندگی و تنبیه خداوند جلال عظیم جاویدانی را برای ما فراهم میاره که بسیار فراتر از هر گونه درد، رنج و عذابیه که ما تجربه نمودیم. پولس رسول باز در نامه 2 خودش به قرنتیان در فصل 4
آیه 17 می فرماید این مشکلات و رنج‌های جزئی ما نیز سرانجام به سر خواهد آمد و باعث خواهد شد که زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیبمان گردد که هرگز با آن زحمات قابل مقایسه نیست. آمین. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، آرامش فکر و آسودگی روح که از پی آن خواهد آمد تنها در صورتی تجربه خواهند شد که ما در صلح و آرامش واقعی با خدا توسط ایمانمان به یگان فرزند او عیسی مسیح که تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه پرداخت نموده است زندگی کنیم. انسانهایی که برای رسیدن به آرامش فکر و آسودگی روحشان در صدد یافتن آن در دنیا و امورات دنیوی هستند، عاقبت متوجه این خواهند شد که فریب خورده اند و از آرامش فکر واقعی بی نصیب می مانند. در خاتمه این تعلیم یادآوری می کنم که برای یک ایماندار به عیسی مسیح آرامش فکر و روح واقعی در شناخت صحیح و اعتماد قلبی کامل به خداوندی است که تمام نیازهای او را برآورده می سازد. در کلام خدا در فیلیپیان باب 4 آیه 19 می خوانیم که خدا نیز به سبب جانبازی عیسی مسیح تمام احتیاجات شما را با ثروت شکوهمند خود رفع خواهد نمود. آمین. خدا را شکر. دوستان عزیز، خدا را در کلامش بشناسید، به او گوش فرا بدهید، فروتنانه از اوامرش کاملا اطاعت کنید تا همواره در آرامش واقعی او زندگی کنید. آرامش مسیح با شما باشد. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. امیدوارم که مطالعه این هفته ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشد. دوستان گرامی، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا نیاز به توضیحات بیشتری در مورد نکاتی که به عرض شما رسیده دارید، محبت کنید با من تماس بگیرید تا در فرصت مناسب مفصلاً در مورد سوالات و پیشنهادات محترم شما با هم گفتگو کنیم. دوستان گرامی، به یاد داشته باشید که عیسی مسیح شما را بی نهایت دوست داره و مایل تا شما او را به طور واقعی بشناسید و با او در رابطه پدر و فرزند گونه زندگی کنید. او برای پذیرش شما، بخشش گناهانتان و عطای حیات ابدی در نزد خود آماده می باشد. دعوت او را امروز بپذیرید. دوستان عزیز، تا گفتگوی بعدی، آرامش مسیح با شما باشد.